بهروز وثوقی در آمریکا بیکار بود و هر از چندی در فیلم‌های هالیوودی فقط چند ثانیه به عنوان سیاه لشکر کار می‌کرد. سیاوش اوستو با آگاهی از این امر با تهیه کنندگی نمایشنامه رستمی دیگر، اسفندیاری دیگر و با همکاری گرفتن از 20 هنرمند برجسته چون اسفندیار منفردزاده و بانو ملک جهان خزایی و سودابه و سوسن فرخنیا و هومن، بهروز وثوقی را در سراسر اروپا و کانادا در شیکترین و گرانترین سالن‌ها به روی صحنه آورد. برای این نمایشنامه با اینکه قریب 2 میلیون فرانک هزینه و زیان را متحمل شد، اما دستمزد کامل همه هنرمندان را بر اساس قرارداد کتبی که موجود است پرداخت کرد. قربان شما، ملکه های عباسی، احوال شما چطوره؟ فدا شما چطوره نیزم؟ ما هم بد نیستیم، در مملکت شما هستیم، اینجا داریم خودمون آماده میکنیم برای 25 یعنی چهارشنبه، برای رستمی دیگر، اسفندیاری دیگر که اینجا اجرا خواهد شد و بعد از اجرای اینجا هم انشاءالله به کانادا میریم که اونجا اجرا خواهیم داشت. خیلی متشکرم و به اطلاعات برسونم که ما و خیلی و همه دوستدارانت خیلی شدیم که سالی که گذشت سال دیداری بود با تو در سراسر اروپا که شالا همونطور که گفتی خب کانادا آخرین ماه هست. قربونت برم. میدونی دیشب توی کنسرت خیلی ها میخواستن تو رو پیدات بکنم و سراغت بگیرم ولی دیر از دیر. من اونجا بودم. آره خب کمتر دوستان پیدات میکردن، خصوصا شب کنسرت ابی هم که تو توی سالن بودی، تا من اونجا اعلام کردم که بهروز عزیزی ما در خدمتش هستیم یه ریختن میرو. من ممنونم ازت، خیلی ممنونم که این محبت به من داری، خیلی خیلی ممنونم. 25 مارس من ازت خواهش کردم که در میان مردم باشی بعد از پایان برنامه. حتما این دفعه این کار رو خواهم کرد که تو این خود شما هم خسته نباشی که این مهم و به هر حال به عهده گرفته بودی که در تمام این تور و در اجرای پاریس به خصوص سر شب اول من صمیمانه از شما تشکر میکنم. قربونت برم. بابت این که به هر حال مسئولیت تهیه این مهم و به نظر من، چون واقعا به نظر من کار مهمی بود، به خصوص که یک کار کلاسیکیه که کمتر اتفاق افتاده و کمتر بوده تا حالا و خوشبختانه موفق بوده. این هم برای من هم برای شما فکر میکنم که افتخار بزرگیه. اونو رسیده زمانه منی اشتر، اما میدانم که میدانی که سایندگان و سارگان همه از رنج و فراش چون منیست اگر این روزگارانی گنج از رو بالا میشه. تو تنها تن و جاه خود میدونی و از نهان جهان بیخبری. هنرمند برجسته و جهانی شاهرخ مشکین قلم برای نخستین بار هنر و توان پرقدرت هنری خودش در جشن 13 بدر جنگل بولوین در سال 1988 نشان داد که از همان نخستین روز مورد تجلیل و تقدیر مردم قرار گرفت و امروز در جهان چون ستاره‌ای می درخشد و حتی در پی پیشنهاد سیاوش اوستو قرار بود تا ایشان نقش کوروش بزرگ ساخته الیور استون را در فیلم آمریکایی و پرخرج الکساندر بزرگ بازی کند. اینقدر که خود شما گلین، ولی هر موقع من به پاریس میام یعنی فرانسه میرسم، اینقدر که لطف شما شامل حال من میشه که خدا میدونه. ولی خب خانواده ای هستن اینجا که من خیلی دوست دارم و همیشه از من دعوت میکنن که
که برای شما عزیزان برنامه مرسی برنامه بذارم. آقا خانواده آقای دکتر عباسی دست محکم بزنیم. این سارا خانم نازنین، این سارا خانم گل، واقعا با تشکر از ساره عزیزم از این زیباش، با تشکر از احسان عزیزم دست محکم بزنیم، با تشکر از علی آقای نا علی جان کجایی بودیم علی عزیزم علی آقا بله بله علی جان بله خانواده عباسی نازنین آدم هایی هستن که به خدا امکان داره در یک صد میلیون یه دونه پیدا بشه، به خدا اینقدر خوبا. علی جان مرسی عزیزم، دست محکم برای علی عزیز بزنیم. سارا جون عزیزم، احسان عزیزم و آقای دکتر عباسی دست محکم. بله رادیو واقعا رادیوی بسیار بسیار خوبی دارن و شهر فرهنگ.